شادی یک حالت ذهنی روانی است. این ویژگی اولش. ویژگی دومم اینه که از میان حالتهای ذهنی روانی شادی یکی از احساسات و عواطفه، چون ما حالتهای ذهنی روانیمون یک دستشون جزو احساسات و عواطفن. شادی اتفاقا از اون حالات ذهنی روانیه که از مقوله احساسات و عواطف به حساب میاد. ویژگی سوم اینه که شادی یک امر ذو مراتبه. از خوشنودی که کمترین حدش شروع میشه تا شعف فراوان و نشاط عظیم در زندگی، کمترین حدش رو معمولا ازش تعبیر میکنیم به خوشنودی. من اگر خوشنودم یعنی شادم، اما کمترین مرحله شادی رو ازش تعبیر میکنیم به خوشنودی. دیگه بالاترینش میرسه به یک نوع شعف و یک نوع وجد، یک نوع جذبه ای که ما فقط در بعضی از عارفان سراغ داریم، که یک نوع جذبه، یک نوع خلسه، یک نوع وجد، یک نوع شور و حتی میشه گفت یک نوع سرمستی در زندگیه. بنابراین یک امر ذو مراتبه و معناش اینه که ممکنه شما مرتبه ایش رو داشته باشید، من مرتبه پایین تریش رو داشته باشم و کسی مرتبه بالاتریش رو داشته باشه. ویژگی دیگرش هم اینه که شادی یک امر لحظه ای نیست. شادی مورد نظر ما یک نوع دیرند، یک نوع دیمومت، یک نوع دوام نسبی داره، نه دوام کامل. اما این نیست که یک ثانیه شادی رو بهش بگیم شادی. معمولا شادی به درجات متفاوت براش دیرند و دیمومت و دوام قائلیم. و اما ویژگی آخر این حالت هم اینه که در انسان یه میل طبیعی به استمرارش وجود داره. اگر شما شاد باشید یه میل طبیعی و غریزی درتون هست به این که ای کاش این وضع استمرار پیدا بکنه. من یک سلسله نکات عملی در باب شادی میخوام عرض بکنم. یعنی اگر بناست که من انسانی باشم شادتر از اینی که الان هستم، و اگر بناست شما انسانی باشید شادتر از اینی که الان هستید، اگر چه کارهایی بکنیم این فتیله شادی ما یک کمی بالا کشیده میشه. من بحث امشبم در باب اینه. 12 تا چیز به نظرم اومده که اینا رو میخوام عرض بکنم. این 12 تا نکته رو من به ترتیبی که خودم به نظرم میاد ترتیب منطقیه خدمتون عرض میکنم. اولین نکته اینه، برای اینکه من شادتر بشم باید به جد و با صداقت برم به دنبال اینکه در تشخیص بدم در زندگی دگرگونی پذیرها چیند و دگرگونی ناپذیرها چیند. چه واقعیاتی هستند که دگرگونی ناپذیرند و چه واقعیاتی هستند که دگرگونی پذیرند. واقعیاتی که دگرگونی ناپذیرند، بعضیشون واقعیاتی هستند که نوع بشر هم نمیتونه دگرگونشون بکنه، بعضیشون واقعیاتی هستند که من مصطفی نمیتونم دگرگونشون بکنم. باید تشخیص بدم هر واقعیتی از سنخ اوله یا از سنخ دوم. اگر از سنخ اول یعنی جزو دگرگونی ناپذیر هاست، به مبارزه با اون نرم، با اون بر سر جنگ و عناد نباشم، بر سر ستیز نباشم با اون. چرا؟ چون اگر بر سر ستیز باشم دگرگونی ناپذیر است و دگرگون هم نخواهد شد. فقط من نیروی خودم را که میتونستم صرف تغییر دگرگونی پذیرها بکنم اینجا ضایع کردم. نکته دومی که به نظرم میاد اینه که من سعی کنم حتی المقدور، تأکید میکنم حتی المقدور، بیشتر نمیتونیم، اما حتی المقدور در حال زندگی کنم. متاسفانه من فقط جسممه که در حال زندگی میکنه، بدنمه که نه یک ثانیه از زمان جلو میفته نه یک ثانیه از زمان عقب میفته. جسمم
همیشه در حال زندگی میکنه. اما به محض اینکه از جسم وارد ذهن میشم و از ذهن وارد روان میشم، میبینم دیگه ذهن و روانم اینا در حال زندگی نمیکنند. یعنی ذهنم یا داره در گذشته سیر میکنه یا در آینده سیر میکنه. نت میکنید؟ وقتی در گذشته سیر میکنه، معمولا یا عارض میشه برش پشیمانی، یا براش عارض میشه حسرت، یا براش عارض میشه اندوه. معمولا اینجوره. حاصل سیر در گذشته این سه تا حال منفیه، یکی حال پشیمانی، یکی حال حسرت و یکی هم حال اندوه. پشیمانی به جهت خطاهایی که مرتکب شده ام، حسرت به خاطر فرصتهایی که از دست دادم و اندوه به خاطر اهدافی که بهشون نرسیدم. وقتی هم در آینده سیر میکنم، معمولا رهاورد سیر در آینده معمولا دو چیزه، یکی ترس و یکی اضطراب. خب چرا من این کار رو بکنم؟ اگر بتونم تا جایی که میتوانم در حال زندگی کنم، لااقل خودم رو از این پنج مخمسه احساسی عاطفی رهاندم. البته در حال زیستن به قدر ضرورت و به وقت ضرورت گاهی باید شکسته بشه، گاهی به وقت ضرورت و به قدر ضرورت من باید از حال ذهنم منعطف بشه، یا به گذشته یا منعطف بشه به آینده. این که در چه مواردی ضرورت داره به گذشته برگردم و در چه مواردی ضرورت داره که به آینده بنگرم، اینو من دیگه به تفصیل در جاهای دیگه گفتم. نکته سومی که میخوام عرض بکنم چیزیست که ازش تعبیر میکنیم به ساده زیستی، که این بیشترین تأکیدش در فرهنگ غرب از دیوید سوروه. ساده زیستی به این معنا که زندگی ای رو که الان دارید ساده تر کنید. حد ساده تر کردن اینه که فعلا این زندگیتون ساده تر بکنید. وقتی به اون زندگی ساده تر رسیدید، میبینید بازم میشه ساده ترش کرد، بازم ساده ترش کنید. به اون زندگی سوم هم که رسیدید، میبینید بازم میشه ساده ترش کرد. میخوام بگم به لحاظ روانی ما چنان ساخته شده ایم که اول نمیفهمیم چقدر زندگی رو باید هرس کرد. اول یه چیزایی به نظر میاد اینا دیگه زائد، باید هرسش کنیم. ولی وقتی این هرس رو انجام دادیم، بعد میبینیم یه چیزای دیگه ای تو ذهن و ضمیرمون آشکار شد که اینا هم زائدن. بنابراین هرس کردن زندگی، جنگل زندگی رو خلوت کردن، این چیزی نیست که روز اول حدش معلوم باشه. ما باید با یه حدی شروع کنیم. حافظ میگفت در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. من گمان میکنم این درویشی و خرسندی کم داشته باشم، ولی به همین کم خرسند باشم. کم داشته باشم ولی چشمم در پی بیش نباشه. حالا من میدونم که همه عرض کنم که مخاطبان با این سخن من موافقت ندارن، بعضیشون با ذهنشون میره در یه جاهای دیگری، ولی حالا هر جا میخواد بره، من سخنم اینه که زندگی رو میشه خیلی خلوتتر از این کرد، به هرچی خلوتتر میکنید جا رو برای شادی بیشتر در زندگی فراهم میکنید. من این ساده زیستی رو که البته بودا برش تأکید میکرد، ولی دیوید سورو بیش از همه و استادش و دوستش امرسون بیش از همه برش تأکید کردن، من اینو خیلی در مقام عمل و تجربه مؤثر میبینم. بسیاری از این ثروتها، بسیاری از این قدرتهای سیاسی، بسیاری از این شهرتها، بسیاری از این علوم، اینا فقط در جهت کاستن شادی ما مؤثرن. هیچ سودی نه برای شخص خودمون و نه برای جامعه انسانی پیرامونمون ندارن. اینم نکته سومه. نکته چهارم اینه که اگر میخوایم شاد باشیم، به نظر من در مقایسه ذهنی و مسابقه عملی وارد نشیم با دیگران. نت میکنید؟ تا وقتی که من تو ذهنم، در مقام فکر، در درونم دائما دارم خودم رو با شما مقایسه میکنم و در مقام عمل خودم رو در حال مسابقه با شما میبینم، شادی ندارم. شادی از این راه بیاد که این
مسابقه و مقایسه تعطیل بشه. ما قالبمون در زندگی، اگر امثال من باشید البته، اگر کسی مثل من باشه، ما غالبا در زندگیمون داریم تو مقام ذهن، در مقام نظر داریم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و در مقام عمل هم داریم با دیگران مسابقه میدیم. تا این مقایسه نظری و ذهنی و اون مسابقه عملی و رفتاری، تا این دوتا تعطیل نشه، من به نظرم میاد که ما به شادی نمیرسیم، داریم دائما از شادی خودمون میکاهیم. انسانی به نظر من شاده که فقط با خودش مقایسه میکنه خودش رو و فقط با خودش مسابقه میده و معنیش دقیقا اینه که همیشه خود کنونی خودش رو با تمام خودهای گذشتهش مقایسه میکنه، ببینه خود کنونی من از خودهای گذشته من آیا جلو زده یا عقب افتاده یا نه جلو زده نه عقب افتاده. اگر من این کارو بکنم که خود کنونیم رو با خود هفته قبلم یا با خود ماه قبلم یا با خود 10 سال گذشتم یا با خود ایام جوانی مقایسه بکنم و همیشه با خودم در حال مسابقه باشم، بگم فلانی اگر میتونی از اینی که هستی جلو بزنی برو جلو بزن. من اصلا مرادم این نیست که ما از تجربه دیگران نباید استفاده کنیم، از علم دیگران، از قدرت تفکر دیگران، از عمق فهم دیگران. این که معلومه که خلافه، این توصیه خلاف عقله که بگیم تو همه چیز رو از صفر شروع کن برای خودت و گاری رو از نو اختراع کن. اصلا و ابدا من باید از تمام میراث گذشتگان استفاده کنم. اما بحث بر سر اینه که نهایتاً داوری رو کی باید بکنه؟ خودم باید بکنم. نهایتاً از میان همه گفته ها و شنیده ها و خوانده ها و نوشته ها بالاخره داوری رو باید خودم بکنم. نکته هفتم اینه که من باید سطح توقعم رو از دیگران پایین بکشم. هر چه پایین بکشم بازم جای پایین کشیدن بیشتر هست. من در 3 جهت باید از شما توقعی نداشته باشم. اول توقع اینه که من نباید توقع داشته باشم شما شبیه من بشوید. سبک زندگی شما به گفته ویتگنشتاین، اون شکل زندگی، فرم آف لایف شما، طرز تفکر شما، احساسات و عواطف شما، خواسته ها و مقاصد شما، من نباید توقع داشته باشم که مثل من بشید. چرا؟ چرا باید مثل من بشید شما؟ به چه دلیلی؟ دوم، سطح توقعمو پایین بکشم یعنی انتظار کمک و خدمت هم از دیگران تا میتونم نباید داشته باشم. من نباید انتظار داشته باشم شما من کمک کنید یا خدمت کنید یا هم کمک کنید و هم خدمت. اگر این کارو بکنم، وقتی شما کمک نمی کنید یا خدمت نمی کنید، اون وقت من شادیم کاهش پیدا میکنه، چون چیزی خلاف توقع و انتظار و پیش بینیم رخ داده. اینم نکته دوم. و اما نکته سوم اینه که توقع نباید داشته باشم از شما به این معنا که نباید فکر بکنم همه انسان ها باید به دنبال آرمان هایی باشن که من هستم. در این صورت اگر از ناحیه شما چیز مثبتی به من رسید شاد میشم، اما اگه چیز مثبتی نرسید ناشاد نمیشم و این معناش اینه که شادی من بیشتر خواهد شد. نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه که کمالگرایی به معنای که الان خواهم گفت این شادی ما رو کم میکنه تو زندگی. کمالگرایی، پرفکشنیزم به معنای خاصی که الان خواهم گفت، کمالگرایی معناش اینه که من بگم من یا دست به هیچ کاری نمیزنم یا فقط در صورتی دست به کاری میزنم که کارم بی عیب بی عیب بی عیب از آب در بیاد، بی عیب بی نقص از آب در بیاد. نات میکنید بگم من یا هرگز املا نمی نویسم یا املای می نویسم که یقین داشته باشم نمرش 20 خواهد شد. من دست به دیکته نوشتن نمی زنم، من میخوام یا ننویسم دیکته یا یقین داشته باشم که دیکتم 20 خواهد شد. خب اگر این کارو بکنید، چون این یقین معمولا حاصل نخواهد آمد، معنیش اینه که تا آخر عمرتون دیکته نمی نویسید. اما اگر بگید نه، من میخوام به کمال نمیخوام برسم، من میخوام بهتر از اینی که الان هستم بشم،
به چیزی که معمولا در فلسفه اخلاق بهش میگن ملیوریزم، یعنی بهترگرایی. من میخوام فقط بهتر از این که هستم بشم، من اصلا نمیخوام کامل بشم، بهتر از این که هستم. خب املای اول رو مینویسم 20 غلط دارم، املای دوم رو مینویسم 19 تا غلط دارم، بعد از 50 تا املا که نوشتم ممکنه برسم به املای بی غلط، اتفاقا به اون کمالم ممکنه برسم. ولی معمولا در زندگی ما به کمال هیچ وقت نمیرسیم. اگر بنابراین باشه که یا کمال یا هیچ، ما همیشه در هیچ میمانیم. اما اگر بگم من میخوام فقط بهتر از این که الان هستم بشم، چون بهتر شدن در توان آدمی است، اون وقت به اون میزان که بهتر میشم شاد میشم. اما چون کمال در وسع آدمی نیست، من همیشه ناشاد خواهم ماند، چون هیچ وقت به درجه کمال نمیتونم برسم. نکته بعدی که میخواستم اشاره بکنم، عرض کنم که آن چیزی که ازش تعبیر میکنن در آیین داو به کوشش بیخواهش، و مراد دقیقش اینه: من دست به هر عمل ارادی که میزنم، دست به هر عمل فعل ارادی که میزنم، مسلماً یک هدفی دارم، میخوام به یه هدفی برسم. روش درست اینه که من هر کاری که از دستم ساخته است برای رسیدن به اون هدف انجام بدم. هر کاری که از دستم ساخته است برای رسیدن به اون هدف انجام بدم. ولی بدانم که تمام کوشش های من تازه شرط لازم حصول اون هدفه، شرط کافی نیست. حنات میکنید؟ شرط لازم این که من به هدف برسم البته اینه که تمام تلاشم رو به کار بزنم، اما شرط کافی نیست. شرط کافیش اصلا در اختیار من نیست. بقیه چرخودنده های جهان هستی، میلیاردها چرخودنده در جهان هستی هستن که باید دست به دست هم بدن تا من به هدفم برسم. آیین داگوم گفت نه، حد وسط رو بگیر، کوشش تا میتوانی بکن، اما در این حال منتظر هدف نباش، چون هدف حصول و عدم حصولش فقط به کوشش تو بازبسته نیست، متوقف نیست. مجموع میکنی گرچه به سالش نبه کوشش دهند، آنقدر دل که توانی بکوش. نکته خدمت رو عرض کنم که بعد که باید خدمت سروران بگم، در باب اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به اخلاقی زیستن، اما به یک معنای خاصی از اخلاقی زیستن. وقتی من در اینجا میگم اخلاقی زیستن، معناش دقیقا فقط اینه: اگر خودم استنباطم اینه که باید کار ایکس رو انجام بدم، تا کار ایکس رو انجام ندم شاد نخواهم. اصلا نگفتم مرادم از اخلاقی زیستن این نیست که من برم حتما تابع یک مکتب اخلاقی، یک نظام اخلاقی، یک نظریه اخلاقی باشم. نه، بحث اینه که اگر با فهم عرفی خودت، حتی اگر با شهود خودت، با نیروی استدلالگر خودت رسیدی که به این که من باید کار ایکس رو انجام بدم، وظیفه‌م اینه که کار ایکس رو انجام ندم، تا این کار ایکس رو انجام ندی شاد نیستی. و اما نکته در واقع 11 که میخوام عرض بکنم، که دیگه این نکته البته واقعا در توان من نیست اینجا توضیحشو بدم، نفی انانیت، نفی ایگوه. توجه میکنید ما تا با ایگوییم ناخوشیم، تا با ایگو به سر میبریم، با انانیت خودمون به سر میبریم ناخوشیم. به میزانی که دست از این ایگو بر می‌داریم، دست از این انانیت بر می‌داریم، به همون میزان شادتریم. حنات می‌کنیم؟ بیادتون بیاد دوست اون جمله معروف عیسی که در انجیل آمده، یادم نیست در چند تا از این 4 انجیل آمده، فکر می‌کنم در هر 3 از 4 انجیل در 3 اومده باشه، یادم نیست دقیقا، که هر که خود را نگه داشت خود را از دست داد، و هر که خود را وانهاد خود را به دست آورد. تا ایگو رو ما به سخت چسبیده ایم، به اون چیزهایی که میخواییم برسیم نمیرسیم. با نفی انانیت، با نفی ایگو، با پژمرده تر کردن ایگو و رسیدن به خود واقعیمونه که ما میتونیم برسیم به اون شادی درون.
و اما آخرین نکته‌ای که میخوام بگم که دیگه از همش محسوس و ملموستره و به یک معنا داره همه اون چیزهایی که میگفتم هم توجیه میکنه، اینه که اگر هر کسی هر شبانه روزی یک کاری رو که عقل یا اخلاق میگه انجام بده ولی دلش نمیخواد انجام بده، اینو انجام بده، وقت میبینه چقدر زندگی شادتر میشه. حنات میکنید؟ ما خیلی تو شبانه روز به کارهایی برمیخوریم که عقل یا وجدان اخلاقمون میگه این کار رو باید انجام بدی، ولی دلمون نمیخواد انجام بدیم، خوشمون نمیاد این کار رو انجام بدیم، با ذوق و سلیقمون نمیخونه. اگر من در هر شبانه روزی یکی از این کارها رو انجام بدم، یکی از کارها که به حکم عقل یا وجدان اخلاقی باید انجام بدم اما خوشم نمیاد انجام بدم، اگر من یکشو انجام بدم، یعنی عقل من میگه که از فلان کس پوزش خواهی کن، عذر بخواه، ولی دلم نمیخواد عذر بخوام، برم این عذر رو بخوام، و اگر عقلم میگه که این پولت رو بده دست فلان فقیر، ولی دلم نمیخواد بدم. این چرا در ادامه ایگو آوردن؟ به خاطر اینکه این اول تمرین برای پژمرده کردن ایگوه. وقتی عقل و وجدان اخلاقی من به تعبیر کانت میگه کار ایکس رو بکن، ولی ایگوی من نمیخواد این کار ایکس انجام بگیره، خوشش نمیاد، توجه میکنی؟ وقتی دلم میخواد تکبر ببرزم ولی عقلم میگه تکبر نه، دلم میخواد اظهار فضل بکنم، اظهار علم بکنم که من خیلی اهل مطالعه ام، اهل تحقیقم، دلم اینو میخواد، ولی عقل و وجدان اخلاقی میگه اینقدر خودفروشی نکن، اینقدر تظاهر نکن، اینقدر جلوه فروشی نکن. اگر من روزی یکی از این کارهایی که عقلم یا وجدان اخلاقی میگه بکن ولی دلم نمیخواد بکنم، اگر بکنم اون کار رو، اون وقت میبینم که چقدر شاد میشم. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. وقتی من یه کاری رو عقلم میگه بکن یا وجدان اخلاقی ولی دلم نمیخواد، وقتی میکنم لذتی رو ترک کردم. چرا؟ چون با خواهش دلم مخالفت کردم. اما بعد میبینم چه لذتی داشت این ترک لذت. این معناش اینه که و مفادش اینه که اول کاری که برای نفی ایگو میشه کرد همینه که این کار رو انجام بدیم.